فعالان اجتماعی و سیاسی در ایالات آسام در شمال شرقی هند مجددا به برگزاری تظاهرات ضد قانون جنجال برانگیز تابعیت شهروندی که مسلمانان را هدف قرار داده است اقدام کردند به گزارش شیه ورز به نقل از یورو نیوز کشور هند از زمان تصویب این قانون در سال گذشته شاهد اعتراض و تظاهرات های گسترده است فعالان اجتماعی این قانون را تبعیض علیه مسلمانان می دانند. این قانون به هندوها، سیکها، بوداییها، جینها، پارسها و مسیحیانی که به طور غیرقانونی از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند مهاجرت کردند اجازه می دهد که تابعیت این کشور را به دست آورند. اما این پیشنویس قانونی مسلمانان و مهاجران را که از کشورهای غیر اسلامی به هند آمدند از گرفتن تابعیت مستثنا کرده است پارلمان هند این قانون جدید را در دسامبر 2019 میلادی تصویب کرد و قانون تابعیت سال 1955 میلادی را تغییر داد مخالفان این قانون اعلام کردند این قانون حتی با اصل سکولاریسم مندرج در قانون اساسی هند نیز مقایرت دارد گفتنی هند دومین کشور جهان از نظر جمعیت پس از چین و اولین کشور از نظر تعداد نژادی دینی و زبانی است که بارها در آن فاجعه هایی به دست گروه های افراطی هندو بر ضد مسلمانان رقم خورده است اقلیت های مسلمان در هند با مشکلات متعددی مواجهند و برخی از آنها از آزار و اذیت، کوچاندن، شکنجه و حتی کشتار رنج میبرند.